با سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون ITC، من شبنم آقازاده، پزشک عمومی، با یکی دیگه از برنامه های ITC Expert در خدمت شما هستم. جلسه قبل در مورد اضافه وزن و چاقی باهاتون صحبت کردم و در اواخر جلسه نحوه محاسبه اضافه وزن رو براتون توضیح دادم طبق یک فرمولی که به اسم BMI بود. این جلسه میخوام بقیه داستان رو براتون تعریف کنم، این که چطور میشه وزن کم کرد با کمترین هزینه. عزیزان من، چاقی یکی از مقوله هایی هست که میشه گفت همه ما با اون درگیر هستیم، مخصوصا در عصر حاضر به خاطر کاهش فعالیت های جسمی و استفاده از مواد غذایی بسته‌بندی شده و پرچرب و یا پرشیرینی، بسیاری از افراد جهان مبتلا به این مشکل هستند و راه حل های خیلی زیادی برای این پیشنهاد شده، رژیم های درمانی زیادی تجویز شده از طرف پزشکان، از طرف متخصصین تغذیه، ولی اون چیزی که به شکل عمومی داریم ما میبینیم، نتیجه گیری که شده از اینها خیلی رضایت بخش نبوده. الان پزشکان و دانشمندان متخصصین تغذیه دارن بر روی مسائل دارن خوب مطالعه میکنن و نتیجه گیری که کردن این بوده که افراد در جامعه های متفاوت نتیجه های تقریبا یکسانی از رژیم های غذایی دریافت کردن و اون تقریبا میشه گفت شکست بوده و همه ما، خود من میشه گفت که مدت هاست که با این موضوع دارم دست و پنجه نرم میکنم و خود من با مریضانم همیشه در ارتباط بودم طی اون تجاربی که در این کار دارم، سالها در این کار تجربه دارم. مریضایی که به من مراجعه میکنند و یا البته در کشور خودمون مراجعه میکردند، همیشه از این شاکی بودن که چرا نمیتونم وزنم رو کنترل کنم، چرا نمیتونم وزنم رو پایین بیارم، چرا وقتی که 20-25 کیلوگرم وزن کم کردم بعد از یک سال دو سال دوباره برگشته. یعنی این سیستمی هست که بهش میگن سیستم یویو، یعنی اینکه این وزن از دست داده میشه و دوباره بعد از مدتی حتی بیشتر از اون وزن میگیرن افراد. مشکل بسیار بسیار جهان شمول هست. توصیه که به عنوان یک پزشک برای شما دارم در اول صحبتام، قبل از اینکه اقدام به کاهش وزن بکنید، هر نوع فعالیتی رو، هر نوع فکری رو بذارید کنار، قبل از اون اولین قدم به پزشک خانوادتون، به پزشک معتمدتون مراجعه کنید و تحت معاینات پزشکی اولیه قرار بگیرید. یک چکاب ساده که شامل انواع آنزیم‌های کبدی، کلیوی، هورمون‌ها، مخصوصاً هورمون‌های تیروئید، هورمون‌های دستگاه تناسلی و همچنین هورمون اصلی که ما مد نظرمون هست، انسولین، همه اینها باید و باید چک بشه. و بعد از اینکه این مراحل طی شدن و ببخشید در وسط این آزمایش‌ها، آزمایشات خونی مربوط به کمبود آهن هم حتما باید چک بشه، به این میگن یک چکاب عمومی. وقتی که چکاب عمومی شدید، وقتی که از نظر قلب و عروق، فشار خون، میزان چربی، قند، همه اینها بررسی شد و انشالله سلامت از این تست در اومدید، قدم دوم مراجعه به یک روانپزشک، به یک روانکاو یا یک روانشناس خوب هست. این قسمت رو اگر انجام ندید، مطمئن باشید هر راهی رو که شما برید شکست خواهید خورد و همه ما این شکست رو بارها بارها تجربه کردید. چرا میگم به روانپزشکتون مراجعه کنید؟ به خاطر اینکه مقوله چاقی فقط و فقط یک مقوله فیزیکی که بر اساس خوردن باشه نیست. یک قسمت بزرگی از
چاقی های ما که دفعه قبل هم توضیح دادم منشأ روانی دارند و منشأ اکثر این چاقی ها پایش استرس هست. وقتی که شما با یک روانپزشک یا روانکاوتون صحبت میکنید، ممکنه چیزهایی رو در زندگی شما پیدا کنند که خودتون متوجه اون نیستید. بارها و بارها مسائل استرسا، اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، همه اینها باعث میشه که اولین چیزی که به ذهن ما بیاد خوردن باشه. بعضیا به الکل مراجعه میکنن، بعضیا به مواد مخدر و بسیاری از افراد دیگه و مخصوصا خانم ها در این زمان های خاص مبتلا به پرخوری میشن، پرخوری عصبی. اگر این مراحل، این دو مرحله که عرض کردم شما طی کردید، حدود 6 ماه باید این مرحله رو شما پشت سر بگذارید و چه بسا بسیاری از افراد در این 6 ماه، معذرت میخوام، در این 6 ماه میتونن بعضی مسائلشون رو حل کنند. در این 6 ماه میتونه فرم خواب شما کنترل بشه، اعصاب شما اگه به هم ریخته باشه میتونه کنترل بشه و بسیاری از مسائل دیگه. بعد از این مدت هست که میتونید بشینید و با خودتون فکر کنید که من چی کار میتونم بکنم برای اضافه وزنم. الان علم پزشکی و علم تغذیه در دنیا قدم‌های خیلی جالبی داره برمی‌داره. میزان کالری مصرف شده برای بدن ما اساس و پایه تمامی رژیم‌هایی بوده که قبلا متخصصان برای ما دادن. همچنین خود من تمامی مریضانی که به من مراجعه می‌کردن همیشه موادی رو که غذاهایی رو که بسیار دوست داشتن ازشون می‌پرسیدیم و معمولا این غذاها غذاهای چرب و شیرین بودن و اولین چیزی که بهشون توصیه می کردیم این بود که اینها رو نباید بخورید. این بزرگترین اشتباه ما به اصطلاح متخصصان بوده که مریض هامونو از خوردن اون چیزی که بسیار دوست داشتن و سالهای سال با اون لذت بردن و مغزشون با اون آرامش پیدا کرده، در اولین قدم اونها رو از خوردن اینها منع می کردیم. این اولین اشتباه هست که نباید این انجام بشه. قدم بعدی این هست که کلن رژیم های درمانی، رژیم های تغذیه‌ای که بر اساس کالری سنجی هستن کم کم دارن منسوخ میشن. بدن ما نمیتونه بفهمه که چه مقدار کالری نیاز داره، فقط گرسنگی و تشنگی رو میفهمه. حالا ما میتونیم یک پورشن بسیار مناسبی رو برای خودمون در نظر بگیریم و اونو بخوریم و گرسنگیمون از بین بره، یا اینکه اونقدر احساس گرسنگی داشته باشیم، اونقدر روح و روانمون به هم ریخته باشه که به یک پورشن بسیار بزرگ مراجعه کنیم و اونو استفاده کنیم و بدون اینکه خودمون بدونیم که چقدر کالری نیاز داشتیم اون استفاده کنیم که مشخصا نتیجهش ذخیره شدن چربی. بدن مقداری از اون انرژی رو که نیاز داره از اون غذا کسب خواهد کرد و بقیه اون رو به شکل چربی در قسمت‌های مختلف بدن ذخیره خواهد کرد. برای همین هست که الان کم کم از این قسمت متخصصین دارن درمانهاشون رو سوق میدن به طرف زمانبندی کردن غذا خوردن، یعنی اینکه میزان کالری دریافتی فرد رو در یک رنج مناسب در نظر میگیرن و نه اینکه خیلی کم و زیادش کنند، ولی زمانهای دریافت غذا رو برای افراد توصیه میکنن. همین هایی که عرض کردم در تحت لوای یک کلمه خلاصه میشه، فستینگ ها، همون به فارسی خودمون میشه روزه ها. روزه هایی که خیلی از افراد روزه های دینی میگیرن منشأش همین هست. منتها روزه‌ای که ما میگیم و یا به اصطلاح بزرگان این امر توصیه کردن روزه های دینی نیستن، چون در روزه های دینی شما میدونید که در یک بازه زمانی مشخص هیچ چیزی نباید به بدن برسه، در حالی که اینطور نیست. در این روزه ها، در این فستینگ ها یک زمانی رو مشخص می کنند که فرد از خوردن غذاهای کالری دار، نوشیدنی های کالری دار کاملا منع میشه. یعنی فرض کنید که در یک زمانی که بهترینش
روزداری های 16-8 ساعته هستش، در اون 16 ساعته فستینگ شما هیچ نوع ماده غذایی کالری دار، نوشیدنی کالری دار استفاده نخواهد کرد. در عوضش میتونید یک آب خیلی ولرم یا در هر دمایی که خودتون دوست دارید و مشخصا آب یخ نباشه، میتونید در داخل اون مقداری نمک و نمک، اونم نمکی که نمک صورتی هست و به نام نمک هیمالیا در دسترس هست، در کشور خودمون هم در دسترس هست امروزه، یک بسیار مقدار کمی از این رو در آب حل کنید و هر از گاهی این رو بنوشید، به خاطر اینکه میزان فشار خون شما رو در حد نرمال نگه داره. البته این برای افرادی که فشار خونشون بالا هست توصیه نمیشه. و یا نوشیدنی های دیگه مثل چای سبز، دمنوش ها و یا در همین رنج ها نوشیدنی هایی رو میتونید استفاده کنید. بعد از اینکه دوره فست شما یعنی 16 ساعت شما به پایان رسید، میتونید شروع کنید به استارت بزنید به خوردن غذای، یعنی وعده غذایتون، یا بهتر هست که با غذاهای خیلی سبک شروع کنید، مثلا خوردن یک تخم مرغ، حتی یک آووکادو که منشأ چربی فراوانی هستن توصیه نمیشه. میتونید با یک سری آب میوه ها یا یک میوه کوچیک یا چند تا بادوم، پسته، گردو، با همین مواد میتونید شروع کنید و کم کم انگار دستگاه گوارشتون رو دارید به کار میندازید. این خیلی خیلی خلاصه وار موردی بود که براتون خواستم عرض کنم که چطور میتونید این کار رو انجام بدید. و اما چرا فستینگ ها توصیه میشن؟ فستینگ ها به خاطر اینکه یک زمان استراحت رو به بدن میدن بسیار مورد توجه پزشکان قرار گرفته. در دوره‌ای که بدن غذا بهش وارد نمیشه، دستگاه گوارش که یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین دستگاه های بدن هست، یعنی انرژی بر هست، در حال استراحت است. هیچ هضمی نمی کنه، هیچ فعالیتی نداره، هیچ هورمون، هیچ آنزیمی ترشح نمیشه. در نتیجه انرژی که بدن مصرف میکنه برای این هضم برای خودش نگه میداره و به اصطلاح انگار دستگاه گوارش ما وارد فاز استراحت میشه. این فستینگ ها فایده های بسیار زیادی برای بدن دارن. اولین و مهمترین اثری که روی بدن دارند کاهش انسولین خون هست. دفعه قبل بهتون در مورد مقاومت به انسولین توضیحاتی داده بودم. وقتی انسولین خون بالا هست، انسولین دو تا کار را انجام میده. یک، کاهش قند خون. دو، چربی سازی در بدن. یعنی قند خون رو پایین میاره، به مصرف سلول ها میرسونه و مازاد قند رو که در خون وجود داشت و سلول ها نیاز به اون ندارن وارد بافت چربی میکنه و چربی سازی میکنه. پس انسولین بالا بسیار بسیار برای ما مضر هست و این فستینگ ها کار بسیار جالبی میکنن، انسولین رو پایین میارن و در نتیجه با پایین آمدن انسولین بدن به یک حالت فاز انگار چربی سوزی وارد میشه به جای اینکه وارد فاز چربی سازی بشه. وقتی که انسولین پایین هست، وقتی غذا نمیخوریم قند خون پایین میاد، هیچ چیزی در دسترس نیست، انسولین نمیتونه غذایی رو که وجود نداره به اصطلاح به مصرف سلول ها برسونه. بدن شروع میکنه از بافت های دیگه که قبلا توضیحش رو بهتون داده بودم برای خودش قند تولید میکنه. اولین بافتی که شروع به لیز شدن و تجزیه شدن میشه گلیکوژن هست. گلیکوژن گفتیم که در کبد و ماهیچه ها ذخیره میشه. کبد ما حدود 12 ساعت ذخیره گلیکوژن داره. ماهیچه هامون حدود 2 ساعت، نزدیک به 2 ساعت ذخیره گلیکوژن دارن. وقتی که غذا نمیخوریم، وقتی که در حالت فستینگ هستیم، هیچ چربی، هیچ قندی در خون وجود نداره، اینها شروع به
تجزیه میکنن، تجزیه میشن و به شکل قند وارد خون میشن و انرژی رو به بدن ما میرسونن. این یک فایده فاستینگ ها بود برای ما. فایده بعدی اینه که تمرکز رو در بدن، تمرکز مغز رو بالا میبرن. وقتی که چربی در بدن میسوزه، بدن ما وارد مرحله چربی سوزی شده، ماده به نام کتون آزاد میشه. این کتون یکی از بهترین منابع انرژی برای مغز هست. مغز ما عاشق کتون هست. وقتی که این کتون تولید میشه، مغز اونو استفاده میکنه و باعث میشه که این کتون باعث میشه که تمرکز ما بهتر بشه. حواس ما دائم که پرت میشه، این حواس پرتی کم کم بهبود پیدا میکنه. یک دیگه از فواید فستینگ بهبود کارکرد قلب هست. این هم یک سیستم بسیار پیچیده‌ای هست و یک سادواری براتون اینو توضیح خواهم داد. التهاب رو در بدن کم میکنه فستینگ ها. بدن ما، اکثر ماها، یک قسمتی از بدنمون التهاب داره و پرخوری ها و غذا خوردن های متناوب یکی از عوامل ایجاد التهاب در دستگاه گوارش هستند. وقتی که دستگاه گوارش ما دائم در حال هضم هست، مسلما یک قسمتی از این دچار آسیب هایی خواهد شد و بیشترین قسمت آسیبی که بهش وارد میشه معده و مخاط روده هست. وقتی که مخاط روده آسیب میبینه، ملتهب میشه، بسیاری از باکتری هایی که در روده ما هستند از روده، از دیواره پورس ها وارد روده و وارد جریان خون میشن و از اونجا به قسمت های مختلفی از بدن میرن. یک قسمتش پوست هست. میبینید که این باکتری ها وارد پوست میشن و التهاب در پوست به وجود میارن به نام روزاسعا بیماری هستش، که اینم یک بیماری خود ایمنی هست و انواع و اقسام بیماری های دیگه که اصلا جای بحثش در اینجا نیست و به اندازه یک سر سوزن خواستم براتون اشاره ای رو بدم. التهاب که در بدن ایجاد میشه یک نشانه، یک مارکری داره در خون. میتونید در آزمایش خون اونو ببینید. اگر دو تا ما مارکر التهابی در بدنمون داریم که یکیش ESR هست، میتونید اونو چک کنید و دیگری CRP یا C-Reactive Protein. اگر به پزشکتون مراجعه کنید و اون جزء های سنسیتیو سی ریاکتیو پروتئین رو برای شما چک کنن، اگه بالا نشون داده بشه، مسلما نشون میده که شما در بدنتون یک التهاب دارید و این التهاب منشأ بسیاری از بیماری های قلبی و حتی کانسرها هستن. وقتی که در دوره فستینگ هستید، شما التهاب روده کاهش پیدا میکنه، التهاب در بسیاری از قسمت های بدن کاهش پیدا میکنه. وقتی که التهاب کم میشه، سیستم ایمنی بدن هم آرامش پیدا میکنه. پرهزینه ترین سیستم بدن دو تا سیستم هستن. یکی سیستم گوارش بدن هست، یعنی پر انرژی هستن، کارشون انرژی بسیار زیادی از بدن میگیره، و یکی سیستم ایمنی بدن هست. وقتی که بدن ما در یک قسمتی از بدن ما التهاب وجود داره، این سیستم ایمنی شروع میکنه به کار کردن، سلول های سفید بسیار زیادی رو تولید میکنه و وارد خون میکنه که با اینها بجنگن. بسیاری از این سلول ها خودشون آسیب میبینن و انگار مثل یک سرباز زخم خورده زخمی هستن که با اینکه جون دارن ولی نمیتونن کاری انجام بدن، و زنده نگه داشتن چنین سربازان زخم خورده هم برای بدن انرژی بر هست. بدن وقتی که در دوره فستینگ هست، اولین چیزی که فکر میکنه که چی کار کنم که زنده بمونم این هست که اجزای ناکارآمد خودش رو از بین میبره. همین سلول های ایمنی زخمی که در اثر التهاب جنگ کردن و زخمی شدن منظور نظر بدن ما هست. اینها رو خودش میکشه و از بین میبره به خاطر اینکه زنده نگه داشتنش انرژی مصرف میکنه و سعی میکنه که اینها رو از بدن اخراج کنه. انگار یک کارمند ناکارآمد رو داره اخراج میکنه به خاطر اینکه داره براش هزینه میکنه و پول میده. اینو میکشه بدن و از بین میبره و راحت تر میشه. همین سیستم یک
کمک بسیار بسیار مهم هست برای کاهش دادن ریت ابتلا به کانسر. فستینگ ها انواع و اقسام دارن که از کمترینشون که 16 ساعت و 8 ساعت از شروع میشه و بسیاری هستن که اینو به حتی 72 ساعت میرسونن، یعنی 72 ساعت بدن هیچ کالری دریافت نمیکنه، که این به هیچ وجه در ابتدا اصلا عملی نیست و باید کم کم به اون 72 ساعت برسه. در 72 ساعتی که عرض کردم در این مرحله هست که بدن همون سلول های اذیت کننده رو حذف میکنه، میکشه، و یکی از این سلول های اذیت کننده بدن همون سلول های سرطانی هستن. همه ما در بدنمون روزی نیست که 70 تا 100 عدد سلول سرطانی تولید نکنیم. هر روز حداقل 100 تا سلول سرطانی در بدن ما تولید میشن و این بدن ما هست که اینها رو میکشه. بدنی که دائم در حال هضم کردن غذا هست، وقتی برای کشتن سلول های ایمنی بد و ناکارآمد و سلول های سرطانی نداره، فقط انرژیشو وقتشو صرف هضم غذا میکنه. وقتی که هضمی در کار نباشه، وقتی که دستگاه گوارش ما آروم هست، بدن میپردازه به فکر کردن به بقیه قسمت ها. سلول های بد رو از بین میبره، سلول های کانسری رو از بین میبره، کبد سمزدایی میشه، خواب شما بهتر میشه، آرامش روان زیادی دارید و این نتیجه فستینگ ها هستن عزیزان. و آخر از همه اینها روزی میرسه که میبینید که شما چندین کیلوگرم وزن کم کردید و در این فستینگ ها آخرین نتیجه فستینگ ها همین کاهش وزن هست و شما چند تایی رو که من عرض کردم دیدید که چقدر با ارزش تر از وزن کم کردن هست. مطمئنم که بعد از این برنامه حتما تعدادی از شما در گوگل سرچ خواهید کرد در مورد این فستینگ ها. خیلی هاتونم مطمئنم که اطلاعات زیادی در این مورد دارید، ولی لطفا حتما اینو سرچ کنید، برای خودتون بچرخید تو اینترنت پیدا کنید کسانی که اضافه وزن دارن و رنج میبرن. لطفا کالری سنجی، دو تا بادوم، سه تا گدرو رو بذارید کنار. اولین توصیه من و دومین رو حتما عملی کنید. بعد از اون تصمیم بگیرید که بر اساس این فستینگ ها برید جلو و مطمئنم که نتیجه خواهید گرفت، به خاطر اینکه من خودم هم همین الان روی همین فستینگ ها دارم به قول معروف تی می کنم و سعی می کنم که لایف استایلم رو تغییر بدم و اینها باعث میشه که لایف استایل ما تغییر کنه و واقعا تغییر خواهد کرد. عزیزان، برنامه امروز اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که روزهای خوبی در پیش داشته باشید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.